من علن نظری مدیر شرکت پارکلین کپرو با 23 سال سابقه در کار وام منزل در خدمت شما هستم لطفا با دفتر من با تلفن 408 205 -4002 تماس بگیرید متشکرم بله خدا را شکر خوشحال هستیم که به منزل های شما میایم و یه فرصت دیگه هست که با شما رجب خداوند ما مسیح صحبت کنیم درود و سلام بله درود به شما عزیزان امیدوارم هر جا که بودید و هستید همه چی عالی بوده و خیلی خوشحال هستید کریسمس رو بهتون تبریک میگم اگر هفته گذشته این برنامه رو ندیدید هر روز کریسمسه هر روز ما شادیم که عیسی خداوند مجسم شد خیلی نمیدونن کریسمس یعنی چی یعنی همه چی در مورد عیسی گرچه دنیا داره عوضش میکنه میگن هالیدیز به جای که بگن کریسمس مبارک میگن هپی هالیدیز ولی اصلش اینه که کریسمس شما مبارک بشه چون که تجلی خداوند رو برای ما یادآوری میکنه و اگرچه در خیلی جاهای امکان ندارن که به کلیسا برن خدا رو پرستش بکنن ولی خیلی از ما که خارج از کشور داریم زندگی میکنیم این در واقع فرصت و چانس رو داریم که بریم حتی در همسایگی خودم یک کلیسا پیدا کنیم و ببینیم که اونجا چه خبره ولی نازن جان همونطور که کریسمس گذشت دو روز دیگه هم سال نو میلادی میشه 2014 همه دیروز بود 2013 بود دیروز بود بله امروز هم ولی من به شما بگم دو دو روز دیگه مونده درسته دو شنبه و سه شنبه, شنبه. شما میخواید سبزی پلو با کوکو سبزی بدید اشتباه پالبست... ولی چهارشنبه اول سال جدید روزها همینجوری مثل باد میگذره بله. و ما باید نهایت استفاده رو بکنیم که خدا میگه امروز روز نجاته آمین. امروز روز شفاست امروز روز برکت کامیابی سلامتی روز نجاته یعنی آمین. نجات از هر چیزی که شما احتیاج داشته باشین خدا من حاضره که امروز در زندگی های شما عمل کنه آمین ببینید ایدا مناسبت ها جشن ها میانه میرن خیلی هم خوبه خدای ما خدای جشن و شادی هستش خدای غم نیست اگه هر جا غم و غصه میبینید از خدا نیستش ماها درستش کردیم ولی اون چی که باقی میمونه همین هستش که ما آنچه رو که خدا برامون تدارک دیده رو ملاقات کردیم تجربه کردیم یا نکردیم کتاب مقدس میگه خدا فکرهای خیلی عالی برای ما داره نه. خدا برنامه خیلی عالی برای ما داره سوال من اینه که یک سال گذشت آیا برنامه و پلن خدا رو نقشه خدا رو برای زندگیتون تجربه کردید آیا دیدید دید من دعا می کردیم صحبت می کردیم امروز بود یا کی بود در یک از این جلسات گفتم سال گذشته خیلی اتفاقای مختلف افتاد در خیلی از اوقات این اتفاقات منفی بودشت مثل زلزله ها مثل ها مثل دوستایی که در اطرافمون شد فوت کردن ولی یک چیزی رو فراموش نمی کنیم خداوند در اون سختی ها و تنگی ها فورا دیده شد آن چیزی که معمولا ما انسان نگاه می کنیم که او چقدر سخت بود این از دست رفت اوکی بله واقعا سخته ولی از یه طرف که فکر نمی کنیم که چطور خدا ما تسلی داد بعد از اون چطور آرامش داد بعد از اون او چقدر ما مثلا جریمه شدیم برای ماشین خب سخته یعنی یه جریمه 300 دلار 400 دلار 500 دلار او چقدر تو ازدواجم من کشمکش ها و سختی ها داشتم ولی یه چیزی رو فراموش نکنیم که تو اون سختی های خدا بود یا نبود آیا در این 360 سه روز گذشته چهار روز گذشته که امروز وارد یک نقطه عطف جدیدی میشه بهش میگیم نیو سال نو 2014 میدونم چه سالی هستش امسال خرگوش چی هستش من نمیدونم دنیا از این چیزا اسم میذاره آیا ما از اینا عبور کردیم یا نکردیم خدا ما رو عبور میده ما امسال سال 2013 که هنوز باقی مونده رو سال پیروزی اعلام کردیم در خیلی از اوقات که سختی ها و درد ها و مشکلات اومد پیروزی خدا رو مشاهده کردیم در اون زمان من همیشه میگم اگر در این اتاق در این استودیو البته در این استودیو اگر تاریکی نباشه نور معنی پیدا نمیکنه زمانی نور معنی پیدا میکنه تاریکی باشه زمانی جلال خدا آشکار میشه که سختی ها میاد دردها میاد مشکلات میاد آیا خدا غیر از درد و مشکل نمیتونه ما مشاهده بده البته میتونه بده میخواد این کارو بکنه ولی یک واقعیت وجود داره و اونی که ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم در این دنیا عیسی مسیح فرمود برای شما سختی ها خواهد بود همین الان که ما اینجا نشستیم با شما داریم صحبت میکنیم عزیزانی اصلا صرفا به خاطر که به مسیح ما در زندان ها هستند <applause> صرفا یعنی هیچ کار بدی نکردم فقط اومدن ایثار به ما نجات دهنده خودش آیا سختی براشون هست البته دلشون برای فرزندانشون تنگ میشه دوست دوستاشون خانوادهشون تنگ میشه ولی جلال خدا آشکار میشه وقتی که ما میریم به حضور خدا میخوام شما بیننده عزیز دعوت بکنم که در قلبتون رو برای خدا باز کنه میگه خداوند وارد قلب من شو ببین چقدر دوشم مشکلات هست ببین چقدر خداوند سختی ها منو احاطه کرده خداوند میبینه البته ولی وقتی شما از او دعوت میکنی میگه خداوند به تو احتیاج دارم به تو نیازمندم مردم تو ترانه هاشو میگن من بی تو میمیرم من یه چیزی آزارم میده و اونی که وقتی مردم تو این گوگل پلاس تو این هفته دو سه بار دیدم اگر مادر در بهش نباشد من به بهش نمیرم خب چرا به بهش نمیرمی؟ اصلا میفهمی داری چی میگیم البته مادرها قابل احترام هم مادر بنده دارن نگاه میکنن بهشون احترام میذارم همه مادرها ولی آخه فکر کنیم مثلا چی داریم میگیم وقتی این موضوع برای ما باز میشه که قلب خدا رو میفهمیم رویای خدا رو برای زندگیمون میفهمیم و اجازه میدیم که خداوند در زندگیمون عمل کنه در کتاب جامعه حضرت سلیمان مردی حکیم همه دیگه سلیمان به عنوان مرد حکیم میشناسن یکی از موفق ترین پادشاهان قوم اسرائیل در فصل سه آیه یک میگوید برای هر چیزی زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است در یک آیه سلیمان حکیم بر طبق الهام خدا میگه در ه... برای هر چیزی زمانی است زمانی است برای سکوت زمانیست برای حرف زدن زمانی برای خنده کردن زمانی برای کردن زمانی برای به حضور خدا رفتن هستش سلیمان میدونست که امروز ما وقت وارد سال جدید میشیم میخوایم سار رو تحویل بکنیم وارد یک نوعی و تازگی بشیم زمان چیزی کهنه درگذشت من دوست دارم وقتی نوروز باستانی رو مردم میگن که همه چی نو اصلا اسمش قشنگه روز نو یا نوروز همه چیز تازه شده سلیمان میگوید که زمانی است برای نو شدن 360 و چند روز بر ما گذشته شاید تلخی آمده شاید دلشکستگی یا آمده حتما بعضی دلتون رو شکوندن یا شما دل کسی رو شکوندید شاید مواردی پیش اومده که نمیتونید کسی رو ببخشید ولی خداوند چی میگه در کلامش زما... برای هر چیزی زمانی است که دیگه خونه تک کنه, کنه. این آشغالا رو برز دور بگید من نمیخوام تلخی و سختی رو با خودم این ورور بکشم من در فیسبوک نوشتم امروز نوشتم که بیاید با خودمون اون تلخی ها نا، ناپاکی ها ها،, ها،, ها رو وارد سال 2014 نکنیم در همین 2013 چالش بکنیم از بین ببریمشون میگیم خداوندا سخت البته بگیم خداوندا من میخوام ببخشم درست وقت دارید تلفن بردارید یه عزیزی که نمیتونی ببخشش بگید تو دل منو شکوندی تو حق منو خوردی ولی من میخوام ببخشمت چون عیسی مسیح رو به من یاد میده همین حضرت سلیمان در فصل 16 آیه 9 امثالش میگه انسان در فکر خود نقشه ها میکشد من فردا اینجوری میکنم من خونم بزرگتر میکنم من این ماشین میدم اون ماشین میخرم نقشه میکشم برای خودمون میگه اما میتونی بگی می اما اما این اما رو خوب دقت کنه سلیمان حکیم داره میگه سلیمان موفق داره میگه کامیاب شده ثروتمند میگوید اما خداوند او را در انجام آنها هدایت میکند okay. آیا آره خداوند هدایتتون میکنه برای سال جدید از یه جوو میپرسی میگی برای سال جدید چه فکری داری میگه نمیدونم هنوز فکرشو نکردم برای سال 2014 ما نمیدونیم که زنده سال 2015 اینجا اگه باشیم جلو این دوربینا کی نیستش ولی یه واقعیت اگه سال 2014 روزی تموم شد آیا ما خواهیم توانست برگردیم به اون نگاه بکنیم بگیم آه من موفق شدم تونستم به این هدفم برسم تونستم این کار رو تمام کنم به خودم دارم میگم به شما دارم میگم در فکر خودم نقشه داریم خوبه نقشه خیلی خوبه اگه نقشه های مثلا راست باشه پاک باشه نقشه هایی که به نفع جامعه باشه به نفع محیط اطرافمون باشه فقط انقدر دور خودمون نچرخیم دیگه من،, من 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 پول من خونه من ازدواج من ماشین من هاوایی این هاوایی رو ما آخر ندیدیم و چیزای شبیه این اما خداوند او را هدایت میکند دوست من سوال من اینه که آیا خدا شما رو در زندگیتون هدایت میکنه با شما حرف میزنه به شما میگه چی کار بکن به شما میگه فردا برای شما چه اتفاق خواهد افتاد چنین رابطه نزدیکی با خدا دارید شما میگید از تخفر این حرفا رو نزن خدا اون بالا 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 هاست من کجا خدا کجا ولی پیام کریسمس همینه که خدا اون بالا بالا ها نشسته اومد روی زمین مثل من و شما گرچه حاضر مطلقه همی الان اینجا هست همی الان در قلب شماست کنار شماست ایرانه همه جا حضور داره خدا خدای حاضر مطلق بعضی وقت هست بعضی وقتها نیست نیست خدا همیشه هست چیزی که باعث میشه شما رو خدا را لمس نکنید فقط گناهه تنها چیزی که باعث میشه شما او را نبینید فقط گناه هستش چون خداوند از تنها چیزی که بدش میاد گناه هست نه فردی که داره گناه میکنه خدا شما رو دوست داره شما الان گناه کردید دروغ گفتید دل کسی شکوندید ولی خدا شما رو دوست داره چیزی عوض نمیشه مثل پسر من میمونه امروز میاد کریسا سیمو یادش میره بیاره که به دوربین واس کنه یا به کامپیوتر واس کنه اوکی من ناراحت میشم میگم البته همچی صحنه رخ نداد ولی ناراحت میشم چرا سیمو نیاورد جوونه حالا هم که فوری راحل حل پیدا میکنه چنا راه حل پیدا کرده اصلا یعنی شما احساس کمبود سیم نمیکنه اونجا ولی اون کارو دوست ندارم خودشو دوست دارم اون کارو دوست ندارم خدا به همین شک به منو شما نگاه میکنه خدا شما رو دوست داره من رو دوست داره ولی کارهای گناه آلوده ماست ناپسند خداست که با اسم شما با او ارتباط برقرار نکنیم آمین. شما یه چورت زدین اینجا یا؟ نه بابا درام گوش میکنم. داشتی لذتی بردی؟ <تصفح> درام گوش میکنم و حقیقت اینه که ما اشتباه سیاد میکنیم ولی فیض خداوند خیلی عظیمه محبت و عشق خداوند عظیمه که با اینکه ما کوتاهی میکنیم گناهکار هستیم گناهانمون البته بخشیده شده به در مسیح ولی اگه بو ایمان آوردید آمین ولی خداوند نیکوس خداوند همیشه نیکوس همیشه عاشق ماست ما را محبت میکنه و نیکوی اونو میتونیم مشاهده کنیم پس تشویقتون میکنم در آخرین روزهای سال واقعا کهنه ها رو بذارید کنار چیزهایی که شما رو در این سال اذیت کرده افرادی که شما رو اذیت کردن ببخشیدشون و اونها رو بسپرید دست خداوند خداوند باشون کار کنه شما اونها رو ببخشید و نه فقط ببخشید محبتشون کنید دیبا. سعی کنید یه فرصت استفاده کنید تا بتونید اونها رو محبت کنید گلی ببرید گیفتی بدید و یه جوری محبتتون رو نشون بدید پس واقعا گذشته رو فراموش کنیم یکی از نکاتی که خیلی مهمه که وقتی وارد سال جدید میشیم یه شروعی و آغاز میخوایم بکنیم یه شروع جدید رو میخوایم آغاز کنیم ما نمیتونیم با گذشته وارد بشیم هرچی خوب و بد بوده در سال 2013 فراموش کنیم مثل پولس که میگه من به عقب دیگه نگاه نمیکنم به جلو نگاه میکنم چون که در جلو اون تاج و اون پاداش من پیش روی منه پشت من نیست پیش روی منه پس به اون نگاه میکنم و به سوی اون میدوم پس گذشته رو فراموش کنید در اشعیا در عهد عقدیق کتاب اشعیا باب 43 اینطور میگه چیزهای اولین رو به یاد نیاورید در امور قدیم تفکر ننمایید اینک من چیز نوعی به وجود میآورم و آن الان به ظهور میآید آیا آن را نخواهید دانست خداوند میخواد اینو به شما نشون بده که شما بدونید به درستی که راهی در بیابان و نهرها در همون قرار خواهم داد جایی که فکر میکنی خوشحالی هستش خداوند میخواد اونجا برکت بزن نهر آب زنده اونجا جاری کنه مم. که در اونجا برکت باشه در این بیابان آمد. در این نهر دقیقا. خداوند میخواد برکت خودشو بریزه دقیقا اشعیا میگه میگه خداوند میگه من چیز نوی میخوام بیارم خدای ما خدای نو هستش خدای تازگی خدای تازگی شما صبح پا میشیم یه روز جدید اومد آمین میگذاریم ببینید نوروز اومد چند وقتی که بیشتر نمونده چشم به هم بزنید نوروز میاد خدا خدای تازگی ها هست در کلامش ما وعده میده که من چیز نو رو میخوام در تو به وجود بیارم شما میگید که پس این چیز نوکو no cool. پس چرا الان همه چی کهنه است بوی کهنگی میده بوی تعفن میده بوی نام میده در همین جاست که خدا میخواد جلال خودش رو آشکار کنه شما اگر عهد عتیق رو نگاه کنید تورات رو نگاه کنید میبینید خدا بارها بارها در قهدی ها راه حل رو مهیا کرد که مردم از نظر مالی از نظر احتیاجات روزمرهشون غذا به طور معجزاسا احتیاجشون برآورده بشه همین خدا امروز به شما داره میگه دوست عزیز داره میگه من میخوام یه چیز نو در تو به وجود بیارم سوال اینجاست که شما حاضرید یه چیز نو بر شما بیاد یا نه مثل شوهری میمونه که خیلی جنرس و خیلی دست و دلوازه حالا خانم اینجا البته نشستم بول نگیرید میاد میگه عزیزم این مبلایی که تو چند ساله دارید دیگه کهنه شده من میخوام برای تو یک مبل نو بیارم ولی شرطش چیه دور اگه شما هم کهنار نگرداری نمیتونی یه چیز نو رو وارد منزل بکنی جانیست. جانیستش <applause> همچین به نازنین گفتم سال 2014 اگه خدا پول برسونه مبلامون رو عوض کنیم <applause> پس حقیقت همینه من و شما بعد اون کهنگی رو دور بریزیم ببینید گذشته رو فراموش کنید بعضی از ما هستیم که در این گذشته موندیم دو هزار سال پیش در زندگی من یه نفر اینجوری کرد بابا بریزیش دور دیگه چرا با خودتون این ورم ور به من سلام نکرد به من اونطور برخورد نکرد کلام خدا میگه میخوام چیز نو در زندگی به وجود برم به فیلیپیان اشاره کردید پولس رسول مینویسه رسول امتا که خدا انتخابش کرد که انجیل به کشور غیر یهودی رو برای موزه کنه ایشون میگه من ادعا نمی کنم چیزی رو به دست آوردم که دنبالش هستم من و شما هم به دست نیاوردیم چهل و چند سال از عمرمون گذشته داریم میریم جلو میریم جلو ولی خیلی چیزها رو به دست نیاوردیم هنوز ولی پولس رسول چی میگه تنها کار من این است که آنچه که در عب پشت سر من قرار داره رو فراموش کنم پشت سرم رو فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است یه چیزی در پیش هست برای من و شما آن چیزی که ما میکاریم همونو درو میکنیم دقیقا همینه شما اگه تحصیل میکنید در آینده درو میکنید اون تحصیل رو که کردید از طریق کار کردنتون درآمدتون و اون احترام که شاید جامعهتون بهتون میذاره ولی بالاتر از این پولس رسول به یه چیزی داره اشاره میکنه که روحانیه من و شما آدم روحانی هستیم چه مسیحی باشیم چه مسیحی نباشیم اون جسمی که شما دارید الان میبینید از پشت این لنز یه روزی از بین میره خاک میشه ولی این من الناتان باقی میمونه زندگی بعد از مرگ وجود داره قبول میکنید یا قبول نمیکنید بگید هر چیز از تو این دنیا از حالا بخور و بپاچو نه زندگی بعد از مرگ وجود داره سوال اینجاست که بعد از مرگ ابدیت شما با خدا خواهیم بود یا بدون خدا خواهیم بود تخت داوری خدا وجود داره وگرنه خدا عادل نیستش وگرنه جهان اصلا بی معنی خواهد بود خدا وجود داره و شما میسته در حضور خدا برای آنچه که کاشت پولس بگه در اونچه که در عقب فراموش کنم در عقب گناهان پولس بود در عقب چیزایی بود که به چنگ نیاورده بود میگه مستقیما به سمت هدف میروم انسان بدون هدف اصلا نمیدونم برای چی زنده است مثل یک رباتی می ربات هم یه هدف داره یه پروگرامیش کردن کار میکنه بیچاره اون انسانی که هدف نداره از خاک بر آمدیم و بر خاک می رویم. این آمدن و رفتن ما از بحر چه بود خب چقدر چرا بی هدف هستیم بسیار از ما بی هدف هستیم چون خدا رو نشناختیم اگر شما خدا رو شناخته باشید هدف خواهید داشت زندگی هدف من خواهید داشت و زندگی با برکت خدا خواهیم داشت غیر کسانی که به خدا اعتقاد ندارنم هدف دارن ولی هدفاشون مثل یک پوشالی میمونه که یه باد میاد میبردش یک باد میاد همه چی به هم میریزه خونهشون رو روی شن و ماسه بنا کردن نه روی پایه حقیقی که خدا هستش اگر شما زندگیتونو بیزینستونو آیندهتونو بچه هاتونو ازدواجتونو روی خدا بنا نکنید اصلا درش برکت وجود نخواهد داشت گارانتی میکنم نگاه کنید به گذشته نگاه کنید به تاریخ و نگاه کنید به اون چیزی که خدا برای شما در نظر داره اون چیزی که خدا برای من شما در نظر داره خدا به تبلیغ اجدیاج نداره که من اینجا بخوام از خدا تبلیغ کنم من راستی رو به شما موعظه میکنم اون چیزی که کلام خدا میگه اون چیزی که خدا برای شما تدارک دیده پولس میگه مستقیما به سمت هدف به سمت هدف بره. برای اینکه به سمت هدف بریم یه کاری باید انجام بدید و اون که نه به راست نگاه کنی نه به چپ نه به عقب راستی ها میگن برو جلو چپی ها میگن فوشت میدن نه همیشه اینطوریه دیگه این عکسی گذاشته بودن در گوگل پلاس این ور آبی بودیم ور قرمز گفتن شماره یک رو بده دو خب یه عده میزدن قرمز پرسپولیس یه عده میزدن استقلال توجه میکنید ولی بازیکن واقعی بازیکنی که نه به اون نگاه میکنه نه به اون نگاه میکنه به سمت هدف میره به تشویقا نگاه میکنه ولی تشویقا باعث نمیشن که سب کنه مثل ما ایرانی ها خیلی ممنون مخلص شما هستی دست شما درد نکنه تعارف <applause> گل و خوردی قربان چی چی باعث تعارف میکنی یا برعکس باشه بگه خودتی دی... و, و و و و و بعد گل رو بخوره به سمت هدف میره درسته پس گذشته رو عزیزم بعد فراموش کن فراموش یه ترانه با... داریم میگه گذشته ها گذشته بخونم <applause> بخونم میگه کسی این تلویزیون نگاه گذشته رو فرموش کنیم ولی پیشرفت و ترقی از جانب خدا میاد دقیقا خداونده که ما رو کامیاب میکنه تو اول تواریخ اینطور میگه از خدا کمک به از خدا کمک بگیرید و همیشه او را پرستش کنی ای فرزندان بنده او ابراهیم و ای فرزندان یعقوب برگزیده او معجزات و داوری های خدا رو به یاد بیارید این خداونده که شما را برکت میده او را به یاد بیارید ما به زور بازو خودمون نمیتونیم کاری رو به پیش ببریم با کمک خداونده که میتونیم موفق باشیم کامیاب بشیم و پیشرفت رو ترقی بکنیم در یعقوب میگه میگه تمام بخشش های نیکو از جانب خداونده مم. خدای پدره که بخشش های نیکو به ما میده و هدایای کامل از آسمانه هدایای کامل هیچ نقصی توش نیست از جانب خدای میآید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود نداره واو. یه روز کادو نمیده بعد بگه که او ببخشی من اشتباه کردم پس بده امه. نه در او دو دلی نیست درسته جا به جایی نیست او تغییر ناپذیره زیر حرفش نمیزنه و در او هیچ تیرگی و تاریکی نیست او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه از خلقت تازه خلقت تازه او بشویم چه زیبا ما خلقت های تازه خدا هست و خداوند میخواد ما رو تازه و تازه تر بکنه میخواد به ما تازگی حقیقی بده شده که از زندگی خسته باشید بگید وای خدا چقدر این زندگی بورینگه بچه ها خیلی زیاد اینو میگن بورینگ شده روزمره تکراری امروز هم سر کار نمیدونم هیچ چیز تازه ای تو زندگی من اتفاق نمیفته خدا میخواد وارد زندگی شما بشه همه. و اون تازگی رو به شما بده دلی. و شما بچشید این تازگی خداوند گفتش که من آمدم تا به شما حیات بدم و این حیات افزونتر تر و این حیات روز به روز این حیات رو بیشتر و بیشتر به شما بدم. این, <تصفح> این حیات حیات پویایی حیاتی که رشد میکنه به پیش میره جلو میره و حیاتی که ازتون عکس گرفتم خندتون گرفت بله این که ندیدن من دارم این کارو میکنم خودت گفتی ببینید واقعیت همینه عزیزم ببینید ما دو راه داریم منو متوقف دو راه دو راه وجود داره یا ما خودمون میخوایم خودمون رو پروموت کنیم یا با خدا توکل میکنیم شما میتونی خودتونو رو پروموت کنید خیلی دارن در دنیا این کارو میکنن خیلی ها بدون خدا من بدون خدا اصلا همه کار میتونم کنم به تو احتیاج ندارم ولی کلام خدا میگه از خدا کمک بطلبید و تمام بخشش های نیکو از جانب خدا میاد پس بخشش هایی که در زندگی ما وجود داره پروموشن هایی که وجود داره بخشش های نیکو نیستن م من... ببین کاری که آدم هوا کردن از انجام چی بودش؟ کاری که آدم هوا کردن در باغ آدم به که به خدا اعتماد کنن که بهشون گفته بود پسرم، دخترم، این برای شما مناسبه به عبارتی با نااطاعتی و سرکشیشون نسبت به خدا اومدن بگن خدا ما تو احتیاج نداریم خدا میتونیم یا کن خوردیم نمردیم چی میگی تو و امروز دنیا به این روز افتاده میدونید در هم همه حرف حرفو میزنم. دقیقا همین کار میکنن مردم من به خدا احتیاج دارم خودم میتونم دورش بزنم میتونم قشنگ کلک بزنم هر کاری دلم میخواد بکنم هیچ کسم نیست جلو منو بگیره ولی حقیقت نیستش ایرانی ها خیلی خوب میگم میگن در این دنیا داره مکافات البته ولی یک روزی در حضور خدا باید استاد ولی چرا ما نریم به جانب در حضور خدا و بگیم خدا من اما پیشرفت و ترقی تو رو میخوام ببین فرق خدا با ما یا شیطان اگه بخوایم ما و شیطان رو در یک کتگوری بذاریم خدا رو در یک کتگوری بذاریم چون کلام خودم که رئیس این دنیا شعره و داره زندگی ما رو کنترل میکنه خب فرق خدا با شیطان یا اف... اف... افکار ما این هستش که ما وقتی خودمون رو بلند میکنیم میخوایم خودمون رو با جاهای بالا برسونیم سقوط حتمی درش وجود داره ولی وقتی خدا در اون قسمت ما رو بلند میکنه سقوطی وجود نداره شما میگه پچه چرا خیلی ها به خاطر خدا کشته میشن زندانی میشن این سقوط نیست این یک برکته این چیزیست که باعث میشه که نه فقط ما برکت رو دست ندیم پروموشن رو دست ندیم بلکه راهی رو بریم که خدا خودش این کار رو انجام داد خدا اومد انسان شد روی صلیب برای گناهان ما رفتش پس پیشرفت و ترقی از من شما متوقف نمی کنم. الان بیننده ها تیر میگن می چه مرد بی تربیتیه. نه نه خب دیگه حقیقت رو گفتید و یه ذر باز کردید که کلام نیکو عمل نیکو هدیه نیکو از جانب خداونده بله. خدا رو شو. و خداوند وعده داده و گفته که قول داده که بله من شما را برکت میدم در حزقیال میبینیم می که میگه دلی تازه به شما خواهم داد بله. و روحی تازه در شما خواهم گذاشت و دل سنگی را از شما بیرون میکنم و دلی گوشتین به شما خواهم داد دیدین بعضیها خیلی دن... ما بهشون میگیم دل سنگ هستن من نیستم نه, نه. بعضیا دل سنگ هستن بیرحم هستن خداوند میخواد بیاد و دل گوشتین بده و روحی تازه روحی ملایم لطیف و رحیم ام. به شما عطا کنه رو میگه روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را پیرو قوانین خود خواهم ساخت تا با دقت دستورات مرا به جا آورید امین. آنگاه در سرزمینی که به نیاکان شما دادم زندگی خواهید کرد و قوم من خود خواهید بود و من خود خدای شما خواهم بود اینجا خدا داره قول میده وعده میده که در سال 2014 من میخوام روحی تازه به شما بدم من میخوام شما را برکت بدم من میخوام اون دل س... دلتون که سنگ شده و دلتون که خسته شده از این زندگی میخوام شما رو تر و تازه بکنم دلی تازه به شما بدم دلی گوشتین و روحی تازه که به وجه بیای جایبا. به شادی بیای خداوند میگه شادی من قوت شماست آمین. و خداوند میخواد که ما قوی و دلیر باشیم بله. بدون شادی و آرامش ما نمیتونیم کدوم افسردگی دیدید که بتونه با جرأت و قوی باشه؟ افسردگی ما رو از هرچی انرژی داریم ما رو میگیره جایره. و ما رو به زمین میاره. بله. ولی خداوند وعده داده، خداوند وعده داده قول داده و, کا... و کافیه که شما باور کنیم باور. رو. این مم. وعده رو شما بپذیری باورش کنی بگی که این وعده خداونده من, من شنیدم این کلام این وعده مال منه مم. این آیه رو بنویسید دعاش کنید این آیه رو و بگید که خدایا من دعا میکنم طبق وعده خودت که به من دلی شاد بدی آمین. به من دلی گوشتین بدی به من روحی تازه بدی این وعده رو از تو دریافت میکنم آمین کلام خدا میگه روح تازه به شما میدم اون روحی که در این دنیا داره عمل میکنه در زندگی های ما دیده میشه روح تازه نیست روح مردگیه روحی نیست که ما رو به اون جایی ببره که خدا مد نظر داشته خدا میگه من روح تازه به شما میدم روح خودم رو خدا روحه میگه من روح خودم رو در شما قرار میدم همان روحی که مسیر رو از قبر بیرون کشید همان روحی که در روز پنتیکاست چنان عملی کرد که کلیسا متولد شد و نه فقط همین من این آیه رو دوست دارم میگه آنگاه در سرزمینی که به نیاکان شما دادم زندگی خواهید کرد زیرش خط نکشیدم ولی خیلی دوست دارم مم. به قوم اسرائیل گفت من به شما سرزمینی که به نیاکانتون و که موسی قوم رو از مصر بیرون آورد قوم اسرائیل و فرزندان ابراهیم رو و خداوند بهشون گفت شما وارد سرزمین م... معود میشید آه، کنان خیلی از اونها وارد نشدن کلام خدا میگه به خاطر که گناه کردن به خاطر که قرض زدن قرض زدن باعث شد وارد سرزمین خدا نشن قرض زدن یه توهین به خدا خدا تو نمیتونید کجایی حالا اگه تو بودی که اینجوری نمیشد همین چیزی که به سادگی از زبان ما میاد بیرون ولی خدا داره عهدی تازه بنده توسط حزقیال نبی 700 سال قبل از که مسیح به دنیای ما بیاد میگه شما رو وارد سرزمین نیاکانتون میکنم در اون سرزمین چی بود در اون سرزمین میگه که شما خوراک عالی خواهید داشت اصل خواهید داشت برکات خواهد بود اگه اسرائیل برید هنوزم یه چیزایی هنوز اثرش هست اقلا حتی اگر با اینکه امروز دنیا در گناه هست ولی میخوام راجب به سرزمین روحانی با شما صحبت کنم راجب به اصل صحبت نکنم که میخورید و تموم میشه راجب اون سرزمینی که خدا میخواد شما رو وارد کنه در اون سرزمین آشتی خواهد بود صلح خواهد بود بر برکت خواهد بود آرامش خواهد بود عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 یک فرمود من آرامش خودم رو برای شما بر مقام میذارم به جا میذارم شما رو دعوت میکنه وارد خانه او بشید سفره خدا مهیا کرده میخواد ما بریم سر اون سفره بشینیم آرامش و برکت رو به دست بریم شما چیزهای روزمره میتونید حتی از هر طریقی به دست بیارید شما شاید بگید که خب من اینا رو دارم کافیه بون ولی آرامش رو شما نمیتونید از انسان بدست به دست بشه شما میگید چرا من میرم یه کنسرتی آقا و خانوم میخونه و من خیلی لذت میبرم بله حتما اتفاق میفته ما رو دعوت کنن شاید ما هم بیایم ولی اتفاقی میفته بعد بله از یک ساعت دو ساعت سه ساعت که از اونجا میاد بیرون چی میشه پولم کجا رفت اگه دعواتون نشه تو اون کنسرت اگه ایرانی باشه شاید دعوا بشه میگن ایرانی ها یه جا پن نفر جا بشن شاید به از یک ساعت دعوا بشه واجب شما صحبت نمیکنم اون ایرانی ها ولی, ولی ماجرا اینه که نمیتونه اون آرامش و شادی حالا کنسرت گذارا فردا من وصلوب نکن دارم شوخی میکنم مسل میزنم ولی آرامش یا هر چیز دیگه مثل الکل مواد مخدر خیلی چیزای دیگه من میدونم در این تلویزیون خیلی فعالیت میشه برنامه مختلفی هست که عزیزان رو کمک کنه که شاید مثلا از اعتیاد آزاد بشیم واقعیت اینه که اعتیاد در اون لحظه آرامش میده اون آقا یا خانم که سیگار میکشه میگه نمیدونه چه حسه به من میده بله اون یک لحظه شاید یک حسی میده مثل یک آسپرین یک آرامشی شاید بده به شما ولی واقعیت اینجاست که اگه یک ساعت بگذره حالا به فکر پولتون نیافتید میید هنوز اون آرامش رو به طور دائم ندارید این سرزمینی که خدا برای شما در نظر داره جایی است که حتی اگه شما در زندان باشید در بدترین شرایط باشید میتونید آرامش خدا را لمس کنید لازم <الالویه> نیست برید به قبر سو خاک رو سرتون بذارید چنگ بزنید تمام دنیا حالا ش... یه هفته غذا بخورید غذا داری کنید چه روز حالا سالش اومد حالا سالش اومد این نشانه که قم شما تمام نشده شما میگه شما نمیفهمید چرا من نمیفهمم من بچه اولم از دست دادم پدرم از دست دادم خواهرم از دست دادم عزیزان و دوستانم و در خیلی از اوقات از دست دادم ولی آرامش خدا وقتی وارد زندگی من شد و یک سال پیش در چنین زمانی ایام کریسمس چنان آرامشی بخشید کمبود عزیزان هست هنوز هنوز کمبود عزیزان نبودیشون حس میشه گاهی وقتا ولی آرامش خدا بر من قرار میگیره چرا؟ چون از خدا خواستم که من وارد سرزمین محود کنه وعده خدا برای شما اینه شما میتونید وعده خدا رو بپذیرید میتونید بگید این حرفا به درد من نمیخوره انتخاب با شماست من پذیرفتم نازنین پذیرفت هزاران میلیون ها نفر افرادی که امروز بهشون میگید مسیحی پذیرفتن و این سرزمین موعود رو تجربه کردن خدا برای شما می نمیخواد آمین پس... این آیه زیبایی که شما دوست دارید میذارم شما بخونید آمین آم... در وعده های خدا واقعا عظیمه تو کلام خداوند پشت سر هم خداوند وعده میده قول میده و میگه این کارو من میکنم برای شما فقط کافی منو قبول کنی باور کنی که من این کار رو برای شما میکنم ارمیا 29 آیه 11 میگه فکر که برای همون نبی که در زمان ازغیال هم بود بله میگه که فکرهایی که برای شما دارم فکرهای های نیکوس فکرهای عالیه این ترجمه رو بخون <applause> این یه جوریه اتفاق تن... تنها گه... من هستم که از سرنوشتی که برای شما تعیین کردم آگاهم سرنوشتی که برای شما رفا و سعادت میارد نه مصیبت مس... نقشه برای آینده ای که در انتظار آن هستید ترجمه قشنگی ترجمه جدیده لازم نیست برین کوکی ها رو باز کنید از توش کاغذ زر به دمشته امسال تو نمیدونم چی چی میشوی نمیدونم برنده میشوی چی میشوی کلام خدا میگه میگه من سرنوشت خوبی برای شما در نظر گرفتم که برای شما دارم عالیه که در آخرت به شما امید میبخشه امین سعادت رفاه فکرها یعنی واقعا نقشه های خدا برای ما فکر هایی که خدا برای ما داره فکر های سلامتیه فکر های برکت و کامیابیه فکر های بهترینه نه مصیبت خداوند بد نمیده خداوند نقشه نمیکشه که ما رو مریض کنه ما رو اذیت کنه ما رو نمیدونم تیکت بگیریم بی مالی باشه ما جریمه بشیم ما نمیشیم آه، 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 یا مثال میزنم یا ما رو مریض کنه ما رو بندازه بیمارستان نمیدونم تصادف کنیم این کار خدا نیست آخه مثل اون نازنین شما بچه تو بگید شما بچه خیلی خوب دارید خیلی معدب خیلی با استعداد و غیر و زالک مثل این چیزی که خانم میگفت میگفت چقدر پسرتون خوشحالم به اینجا رسیده و بعد بگید میخوام بچم آدمش کنم چیزی که ایرانی گاهی وقتا شهیده میشه میگن به آدم شو و بعد برای که آدم بشه <تصفح> خب من امشب به شام نمیدم میخوام تو آدم بشی این کارو میکنه یه مادر یه پدر؟ نه <تصفح> یعنی ظالم این شخص در مادر نیستش یا چی میگن حلش بده بندازتش پاش سخمی بشه که حالا تو من میخوام تو رو آدم کنم را رفتم به دیاد بدم آره خدا ما رو بزنه که ما مریض بشیم که آدم بشیم این, این فرضیه این نظریه اصلا غیر قابل تصوره اصلا با شخصت خدا جور من اگه جا داشتم من هر شیش ماه یه بار میرسم تو فیسبوک نگید خدا بد نده اگه من میتونستم تو فارسی یه چیزی به مردم بگم نمیگفتم خدا بد نده مم. میگفتم یاد بگیریم خدا پدران ما که از زمینه زرتشتی میان میگن گفتار نیک کردار درسته مم. خدا رو اینطور شناختن خدا نیکی هستش مم. خدا بدی نمیده البته میدونم در این مذهب چیزی اشتباهی وجود داره مثل این که شیطان قدرت داره خدا هم قدرت داره گاهی وقتا خدا پیروز میشه گاهی وقتا شیطان پیروز میشه این غلطه خدا همیشه در هر حالی پیروز هستش در هر شرایطی نمیتونه خدا شکست بخوره نمیتونه خدا غم و غصه رو بیاره خدا غم و غصه نمیاره نتیجه گناه من و شما غم و قصه هستش اشتباه نکنید خدا میاد مثل یک بنده اونه که اینا رو دوباره مرمت میکنه میگه دخترم تو اشتباه رو کردی تصمیم گرفتی و راه اشتباه رفته مثل خیلی از این عزیزانی که در طول هفته ما تماس میگیرن از داخل ایران از همینجا میبینیم که چقدر 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 تصمیمات اشتباه <applause> عزیزی اون تماس گرفت گفتش که نمیدونم من در ازدواج هم تصمیم اشتباه گرفتم نتیجهش این شد بعد با یه آقای دیگه رفتم و نتیجهش این شد حالا این اشتباه نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم شاید تماشا بکنن خب خدا میاد اینا رو میخواد مرمت بکنه آخرم جالبه ما میمیزیم گردن خدا خدا که میدونست چرا جلو من نگرفت که با این ازدواج نکنم یا این طور اون طور اتفاقا خدا نمیخواد ما گوشمون ها یا بازی یا بسته هستش میگه من برای تو سرنوشت خوبی دارم سعادت و رفاه مگه میتونه خدا بگه سعادت و رفاه دارم بعد مثلا خرابش کنه این من و شما هستیم که با تصمیمات اشتباه ما میتونیم خرابش کنیم یا با تصمیمات درستمون اون چیزی رو که خدا برای ما در نظر گرفته رو انجام بدیم حضرت داوود در مزمور 20 آیه 4 میفرماید آرزوی قلبیت را به تو عطا کنند این دعای مرد خدا هستش و نقشه های تو را به انجام رساند من دعا میکنم در نام قدوس عیسی مسیح شما بیننده عزیز که در تماشا میکنید شما عزیز که این فیلم رو شاید بعدا تماشا میکنید آرزوی قلبیتون خدا به شما عطا کنه سال جدید البته از دیدگاه من میتونه برای شما باشه سال شروع مجدد خواهد بود من برای خانوادم برای خودم تصمیم گرفتیم یک شروع مجدد داشته باشیم وارد یک تازگی بشیم وارد یک چیز جدیدی که خدا برای ما در نظر گرفته و تمام نقشه های تو را سرانه مزمور میگوید به انجام برسند شما میگید آمین یعنی بله بشود نه. من دریافت میکنم ای خداوند آنچه که تو برای من در نظر دارید و ها میگه خداوند خدایت با تو میباشد باشد قدرت او تو را پیروز خواهد آمین. کرد خداوند از تو خوشنود است و در عشق خود به تو زندگی تازه خواهد داد او برای تو خواهد سراید و از تو خورسند خواهد بود چه خداوند با محبت پنج تا تو اینجا هسته شیشتا آمین. آمین یعنی این عشق خدا را نسبت به ما میرسونه خدا خدای تو هستش بدونید دیدید بعضی دعا میکنن میگن خدایا ما را ببخش ما گناهکاریم ببخشید شاید شما گناه کردید چرا ما را وارد میکنید یا خداوند ما را برکت بده ولی تو دلش منظورش من هستش یعنی شخص خودش هست خدا خدای پرسن, به پرسن هستش شخصی هستش خدا میخواد شخصا شما را ملاقات بکنه من. ما ایرانی میگیم کسی تو قبر کسی نمیذارن خدا میخواد شخصا وارد قلب شما بشه عزیزی بود میگفت من پدر از این مذهب اومدن غیر ممکنه که ما اینطور بشیم شاید پدر اشتباه کردن شما چرا میخواین اشتباه بکنی شاید عزیز تو داره تصمیم اشتباه میگیره تو چرا میخوای تصمیم اشتباه رو بگیری شما امروز بگو خداوندا از تو میخوام وارد قلبم بشی بیا منو لمس کن اگر خدا نتونه شما رو لمس کنه خدا نیستش ولی خدایی که انجیل مل... صحبت شو میکنه میتونه الان به دست روی شما بذاره اون درد شما رو برداره اون بیماری شما رو برداره اون مشکل شما رو برداره که انسان نتونسته تقالا برش کاری بکنه میگوید خداوند قدرت توست خداوند تو خو... از تو خشنوده خداوند به تو زندگی میده خداوند از تو خونسند هستش عرض کردم خدا از گناه ما بدش میاد نه از خود ما خدا ما رو نیافریده که گناهکار باشیم و به جهنم بریم برای همین هر کاری میکنه که شما به جهنم نرید من نمیدونم چرا به هم میگیم به جهنم برو به جهنم توی فیلم های هالیوودی هم پر هستش خدا اومد جلوی جهنم رفتن من شما رو بگیره حاضر شد مثل من شما بشه پوست و استخون بگیره مثل من شما زندگی بکنه سی و سه سال نیم رو زمین تا منو شما او را به اسم عیسی مسیح ملاقات بکنیم بچشیم در انجیل یوحنا فصل یک آیه 18 میفرماید خدا را هرگز کسی نیده حضرت ابراهیم نید حضرت موسی ندید هیچ کس نمیتونه خدا رو ببینه اما او آمد به دنیای ما تا اینکه پدر رو خدا رو به ما نشون بده ببینیم خدا کیه خدا چقدر شفقت داره خدا چقدر فکر عالی برای ما داره او آمد تا اینکه بگه من تو رو دوستت دارم من عاشقتم وقتی تو اونجا آفریده می شدی در رحم مادر من اونجا حضور داشتم دست من داشت تو رو نقاشی می دست من داشت تو رو می آفعینت. و به تو اجازه میدم که تصمیم بگیری که ابدیت رو با من سپری کنی یا ابدیت رو بدون من سپری کنی این با تو هستش خدا میگه با تو هست این تصمیم تو هستش چه خدای جنتلمنی داریم چه خدایی داریم که اجازه میده من تصمیم بگیرم گاهی وقتی من تو کلیسا میگم خدا من ما کی هستیم که من چطور به خودم اجازه میدم پشت یه منبر قرار بگیرم یک پیامی رو به مردم بدم ما کی هستیم که بخوایم راجع به خدا صحبت بکنیم در حالی که ازت اشعیا دید که فرشتگان و کروبیان شبان روز دارن میگن قدوس 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 ولی خدا این فیض میده که ما با او همکار باشیم به انجیل یعنی خبر خوش رو به شما موعظه کنیم که امروز فرصت رو دارید شاید فردا نداشته باشید امروز خدا به شما فرصت داده که به شما بگه دوستت دارم از تو خرسند هستم و وعده عالی من مال تو هستند. آمین چقدر وعده های خداوند زیباست و در حبقوخ میگه که خداوند فرمو به ملل اطراف خود نگاه کنید از آنچه چه که میبینی تعجب خواهی کرد زیرا در دوران زندگی شما کاری میکنم که حتی وقتی خبر آن بشنوید باور نمیکنید خودتون باور نمیکنید من کار دارم براتون میکنم خداوند ما خدای برکته کارهای غیر قابل شدنی رو انجام میده آمین شرط پیشرفت در زندگی حالا شرط چیه؟ حالا که ما فهمیدیم که خداوند بهترین رو برای ما میخواد تازگی رو میخواد میخواد ما پیشرفت رو ترقی کنیم و چه وعده های زیبا و عظیمی تو کلامش به ما داده حالا ما باید چه کار کنیم در امثال اینطور میگه <تصفح> با دل و جان نه با شک نه دو دل باشی بلکه با تمامی دل و جان بر خداوند توکل کن بر عقل خود تکیه مکن در تمام کارهایت خداوند رو به خاطر داشته باش او راه راست را به تو نشان خواهد داد. نمیگه از عقلت استفاده نکن میگه توکل نکن توکل نکن به توانایی خودت به زور بازود اعتماد نکن به دانشت به تحصیلات، بر این چیزها بقوله. نمیتونی تکیه کنی یعنی این چیزها نمیتونه بنیاد شما باشه درسته ام. بنیاد شما باید بر صخره باشه نه بر شن که توفان بیاد خونه خراب میشه درسته. بنیاد باید صخره باشه محکم باشه که جنبش نخوره و اون خداونده همون. و کلام او و وعده های او ولی با تمامی دل با بعد به او اعتماد کنید دقیقا. نه با شک نه با با ددلی حالا من اعتماد میکنم اگه شد شد اگه نشد خب میرم فلانجا میرم با یکی دیگه حرف میزنم میرم با یکی دیگه مشورت میکنم نه با, با این دو دلی شما به هیچ جا نمیتونید برسید بله. بعد به خداوند اعتماد کنید دقیقا برای همین حضرت اشعیا میگه کسانی که به کمک برای کمک به خداوند توکل میکنن نیروی تازه میابن تجربه مرد خداست آنها مثل اوقاب پرواز خواهند کرد و از دویدن خسته و از راه رفتن فرسوده نخواهند شد به ما میگه که اگر ما به او توکل کنیم چه اتفاقی برای ما میافته بعضی فکر میکنن توکل کردن سخن گفتن راجع خدا یعنی شما یک شخص عقب افتاده مذهبی هستید ول کنید این حرفا را آقا این حرفا مال 2000 سال پیش بوده امروز قرن 21 از عقلت استفاده کن همین از عقل استفاده کردن های ماست که دنیا رو به اینجا رسونده خداوند میگه به من توکل کن به من اعتماد کن خداوند این فرصت رو ای که تصمیم میگیره اصلا دلیل تولد شما این بوده که خداوند به شما این فرصت رو بده در این بره زمان تصمیم میگه که ابدیت رو با او زندگی کنید و امروز روز توکل کردن روز اعتماد کردنه در سوگنامه حضرت ارمیا که گریه میکنه برای قومش و اینو نوشته که چطور دل شکسته میگوید که زیرا محبت خداوند پایدار و رحمت او بی پایان است آنها هر روز صبح تازه میباشند و وفاداری او عظیم است خداوند همه چیز من است پس بر او امید دارم خداوند بر تمام کسانی که بر او توکل دارند و طالب او میباشند مهربان است پس بهتر است که با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد من. امروز با شما هستم بل از این چند دقیقه که در خدمتتون بودیم مشاهده کردید این برنامه رو امروز نوبت شماست امشب نوبت شماست که دست تو به حضور خدا برافرازی به همین سادگی نه میخواد اینوری دعا کنی نه میخواد اینوری دعا کنی نه اینوری دعا کنی فقط در حضور خدا خالصانه زانو بزن بیست بگو خداونده بله آمی. بگو خدا وارد قلب و زندگی من بشو آمی. من من به تو میگم خداوندا من به هم ریخته هستم من در به داغون هستم 2013 بدترین بوده برای من تا این لحظه اصلا نای زندگی رو ندارم حتی میخوام از زندگیم خلاص بشم بیماری ها به من اجازه ز... آرامش نمیدن از تو دعوت میکنم بیا و مرهم بگذار بر قلب من وارد قلبم شو هر چیزی که از تو نیست رو بیرون میریزم و از تو میخوام که وارد قلب و زندگی من بشی آرامش تو رو دریافت میکنم محبت و فیض تو رو دریافت میکنم چنان که در کلامت گفته شد فکر عالی تو برای خودم برای خانه خانواده نسل ایف. بعدیم میطلبم تا اینجا نسل قبلیم اشتباه ایف. کرده تا اینجا پدر و مادرم این کارو کردن که نباید میکردن ولی ایف. من تو رو انتخاب میکنم و میخوام با تو زندگی کنم میخوام بچه های من برکت تو رو ببینن در زندگیم چون انتخاب اولیه من تو هستی امروز امروز شروع مجدد رو از تو میطلبم ای خداوند عزیز برای زندگی شخصیم برای ازدواجم برای فرزندانم برای بیزینسم برای آیندم برای کشورم ایران در نام قدوس عیسی مسیح تو رو شکر میکنم که مرا میشنوید عیسی مسیح گفت به نام من به به شما داده خواهد شد تنها کسی بوده که در تاریخ بشریت ادعا کرده به نام من بتلبید امروز شما رو چالش میکنم چالش میکنم به نام عیسی مسیح بتلبید و از او بیابید در نام قدوس او ارمیا میگوید با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد باشد که سال جدید برای شما مبارک آمین, باشه آمین، آمین، آمین. این آخرین برنامه ما هست در سال 2013 اگر <تصفح> عمری باشه خداوند درای برای ما باز کنه برمیگردیم خدمتتون ولی هر جا که باشیم از طریق فیسبوک از طریق توییتر همه این چیزهایی که در دنیا الان دیگه مرسومه میتونید به یوتیوب ما برید به ویمیو ما برید فیلم های ما به کلیسای ما تشریف بیاد که در لس آنجلس هستید شما رو خدمت خواهیم کرد آرزوی بهترین شادکامی روزهای بس سیار پر برکت داریم دعا میکنیم اخبار خیلی خوب راجع به شما بشنویم و ببینیم که چگونه خداوند در زندگی شما خودش رو معزز میکنه آمین پس حتما با ما در تماس باشید در خواستای دعاتون رو به ما بدید و ما هر جور که شده باشه شما را خدمت میکنیم بله. و اینو همیشه به یاد بیارید داشته باشید که وعده های خداوند آمینه بله. انجام میده و بهترین رو برای شما میخواد آمین. پس 2014 بهترین سال زندگی تو بله. باشه در نام عیسی مسیح خداوند. خیلی تشکر میکنم از عیزانی که این فرصت دادن آمین. که در خدمت شما باشیم از طریق دوربینه و منزلاتون بیایم عیزان ما رو برکت بدیم از نظر مالی و هر چیزی که در قلبشون هست از خداوند دریافت کنن شما رو میبوسیم سال بسیار خوبی داشته باشید خدا نگهدار من علنه نظری مدیر شرکت کپ را با 23 سال سابقه در کار وام منزل در خدمت شما هستم لطفا با دفتر من با تلفن 408 205 4002 تماس بگیرید متشکرم